دوستان و همراهان گرامی درود خدمت همه شما امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه و روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید بچه بس و چه بسا روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید خوش آمدید به برنامه دیگری در واقع درس دیگری از کتاب امریکن انگلیش فایل 2 ویریش سوم و امروز بچه با یونیت 11 پارت سی در خدمتون هستم و عنوان درسمون رو هم دارید میبینید twinstrangers.net مبحثش بچه جالب هست یه ریدینگ حالا میخونیم در موردش و همچنین یه لیسنینگ و حتی در قسمت گرامر هم همچین قریبه های دو قلوی رو خواهیم داشت حالا استپ با استپ خواهید دید در قسمت گرامر بچه ها گرامر سو نیدر پلاس اکزیلریز رو کار خواهیم کرد همین ابتدا بچه بگم این گرامر خیلی خوب یاد بگیرید چون یک گرامر بسیار کاربردی هست به خصوص در سپوکن لنگویج uh, و همین دیگه در قسمت وکابیلری سیمیلاریتیز و دیفرنسز آره دیگه دیفرنسز که این قسمت بچه ها قسمت کتاب و در قسمت پرنانسیشن هم دو تا صدای چالنجینگ و رو کار خواهیم کرد که برای بسیاری از دوستان شاید چالش برانگیز باشه چون این صدا رو ممکنه در زبان مادریشون نداشته باشند و تلفظش براشون سخت هست اوکی okay. Uh, حالا بریم ببینیم پارت 1 ریدینگ اند لیسنینگ listening لیسنینگ از ما چی خواسته بذارید من قسمت بزرگ کنم خب a لوک ات دی فوتوز وان اف them is اف ایدنتیکال توینز میگه به این عکس ها نگاه کنید یکی از اینها uh, دو قلوهای همسان هستند و تو اف دم ار اف کمپلیت استرنجرز اما دو تاشون کاملا غریبه هستند خب حالا میگه which one do you think is of twins؟ به نظر شما کدومی که از این عکس ها متعلق به دو قلوهاست هاست؟ تامس یا توبی بچه نیو یا لویزا یا کردی، کردیلیا و سیر به نظر شما کدومی که از این سه جفت شخص توین واقعی هستن و کدوم ها سترنجر هستند؟ دیگه اینا رو بحث کنید، پاز بزنید و در موردش صحبت کنید حالا میریم توی پارت بی متوجه میشیم بچه جریان از چه قرار هست پارت بی میگه read about the project between strangers and check your answers گفته بخونید و پاسخاتون رو چک کنید خب. شروع کنیم بچه ها میگه two women recently met by chance at Bremen University in Germany میگه دوتا خانم به صورت اتفاقی همدیگر توی دانشگاه برمن در آلمان دیدن ملاقات کردند. one was english یکیشون انگلیسی بود and one was irish اون یکی دیگه ایرلندی بود and they were both on erasmus scholarships و هر دوتایشون هم از طریق برنامه Erasmus اومده بودن به دانشگاه بچه Erasmus Scholarship رو اینجا توضیح داده A Program that allows students from the European Union to study in another country ای میگه یک برنامه یک برنامه تحصیل یک نوع بورسیه تحصیل بچه که به ستودنت اتحادی اروپا در واقع داده میشه کشورهایی که تحت این اتحادیه هستن و اینا میتونن حالا با این بورسیه به کشورهای دیگه برن و اونجا تحصیل کنن اوکی okay. این از این خب nothing unusual there یه هیچ چیز غیر عادی اونجا نبود except for one thing به جز یک چیز the two girls looked identical میگه هر دو تا دختر identical یعنی همسان به نظر می رسیدند. Their hair is the same color and length. میگه موهاشون رنگ و اندازه یکسانی داشت. They are the same uh, داشت نه یه رنگ و اندازه یکسانی داره حالا They are the same age and size سن و حالا اون سایز بدنشون اندازه بدنشون <laughs> یکسان هست And when you see them together و وقتی اونها رو با هم میبینید In the photo they put on social media اکسایی که گذاشتن روی سوشال میدیا هاشون, You would think that they were identical twins. فکر میکنی که اونها دو قلوهای همسان هستن. In fact, در حقیقت um, Cordelia Roberts and Murphy are میگه در حقیقت Cordelia و سیرا مورفی هیچ نسبتی با هم ندارند که این دو شخصن بچه این دو نفر. میدید که identical واقعا به نظر میرسن. خب چقدر رفتیم پایین خب اینجا بودیم دیگه It seems that it is not uncommon for people who are unrelated to look almost identical میگه به نظر میرسه که یه چیز غیر عادی به نظر نرسه برای افراد چیز غیر عادی نیست برای مردمی که نسبتی با هم ندارند تقریبا همسان به نظر برسند اینو بچه توی زندگی خودتون هم احتمالا تجربه کردید مثلا یه شخصی رو دیدین آه، گفتین اه مثلا این چقدر شبیه فلانیه حالا شاید اینجا دیگه نوع شدیدش رو ما داریم میبینیم چون واقعا میبینید چقدر شباهت های زیادی واقعا با هم دارن خب این از این آم، هی میریم بالا پایین من خط گم میکنم اینه دیگه درسته Neev Genie from Dublin and two friends were so interested in trying to find their twins. Neev Genie Mansuresh این خانم هست بچه‌ها. خب اهل دوبلین و دو تا از دوست داشت. اینقدر علاقه‌مند بودن که پیدا کنن اون قلش رو اون شخصی که شبیهشون هست پیدا کنن. that they set up an online project called Twin Strangers. میگه انقدر علاقه من بودن که اون قولشون رو پیدا بکنن که یک برنامه آنلاین رو یک پروژه آنلاین رو درست کردن به نام Twin Strangers یا قریبه های دو قلوب. Uh, very quickly, خیلی سریع. found a remarkably similar looking stranger who lived just a few miles away. میگه نیف uh, پیدا کرد یک شخص قریبه ای که به طرز قابل توجهی بسیار شبیهش بود که فقط چند مایل آن طرفتر زندگی میکرد. It's perhaps not so surprising since both young women look typically Irish. میگه احتمالا خیلی سرپرایزین نباشه. از اونجایی که دو, دو نفر، این دو تا شخص جوان، این دو نفر، دو تا خانم جوان بودند که در واقع تیپیکال آیریش بودند، هستند. یعنی ایرلندی های... تیپیکال بچه من همیشه تو ترنسلیتش مشکل دارم مثلا ایرلندی های معمول مثلا شکل معمول ایرلندی ها به اون صورت هست نمیدونم واقعا دیگه چی باید ترنسلیت کنم و واقعا تیپیکاله که از اون واژگانیه که من نمیدونم باید چی ترجمه کنم توی پرشن With dark hair and very pale skin که حالا ویژگی های تیپیکال آرگریشو داره میگه دارک هیر میگه موی سیاه و پوست بسیار روشن پیل بچه یعنی رنگ پریده حالا پیل سکین ام... میتونیم بگیم رنگش بسیار رنگ صورت مثلا خیلی روشن اینقدر روشنه که به رنگ پریدگی میخوره But then نیو found another look alike بعدش نیو یک شخص دیگه ای رو پیدا کرد که خیلی شبیهش بود Luisa Gizzardi, who is from Genoa in Italy. Uh, شخصی به نام لویزا گیتساردی که اهل جنوا در ایتالیا بود که این بچه ها بذارید ببینید م... ات... این آیریش ایرلندی این ایتالیا اینم از این ریدینگمون حالا این سوال رو که دیگه سکیپ میکنیم میریم قسمت بعد ببینیم که در قسمت لیسن چی داریم پارت دی بچه 11.16 جرنالیست مگی آلدریسن دیسایدد تو ترای دی ویب سایت فر خانم مگی هم اومده از این وبسایت استفاده کرده که ببینه شخصی رو که شبیهش هست پیدا میکنه یا نه Listen to her talking. میگه به حرفاش گوش بدین. Did she find a twin? یک اون توینش رو پیدا میکنه یا نه؟ How did she feel about the experience? میگه احساسش چی از این تجربه؟ و همچنین question part ای e رو بچه یه نگاه بیاندازید من دیگه نمیخونم چون آسون هست واقعا یه چند ثانیه وقت میدم بخونید پریپیر بشید و بعد من این لیسنینگ رو پلی کنم 11.16 yes. 11.16 خب من دیگه این وقت شو بچه پلی میکنم این لیسنینگ بچه واجه سخت... به نظر من واجه سختی نداشت که بخوام قبل از لیسنینگ بهتون بگم برای همین دیگه لیست وکابیلری نداریم Uh, Barry listening 11.16. Roman play me, 11.16. Mm -hmm. I went on the Twin Strangers website. All you have to do is pay three dollars and 95 cents, upload a photo of your face, and then describe it your nose, mouth, and eyes. I looked in a mirror and decided that I have an oval face. Blue eyes, and unfortunately, thin lips. Immediately, I got a lot of photos of possible matches. My first reaction was they all looked totally different from me. Then something interesting began to happen. Some of the people started to look familiar, like people in my family. I found one woman who looked just like my brother. I started to wonder. Was there something there? I called my husband to come and take a look at all these twins. His first reaction was the same as mine, but then he went quiet. He pointed to one woman who, at first sight, looks completely different from me, but whose picture I had stopped at several times. He said, She has the same mouth as you. In fact, she's a little like you. And he was right. I decided to change my profile a little. Many people tell me I look younger than I really am, so I put my age as 10 years younger and then searched again. The result was surprising. Suddenly, there seemed to be a number of women a little like me, especially one. I put her picture on my Facebook page and asked my friends what they thought. The first person to answer was my brother. Yes, he wrote. She looks like you and our sister. It's a strange feeling. I keep looking at her picture. We're very similar, but not identical. For example, she has brown eyes, but mine are blue. But there's something there, not just the blonde hair and the thin lips. There's something in her eyes that I recognize. It's a very strange feeling, but I'm really happy that I found her. I sent her a message through the website, but she hasn't replied yet. I'm going to keep trying. I want to know who she is. You on the screen. این از بخش لیسنینگ و پارت اف بچه یک سپیکینگ هست میتونیم uh, میتونید اینجا پاز بزنید و در موردش صحبت کنید من بخونم uh, پرسش ها uh, گفته که talk to your partner number one would you like to try the website why or why not حالا این وبسایت رو میگه شما دوست دارید امتحانش کنید یا نه چرا یا چرا نه number two do you know any identical twins میگه هیچ um, Um, ده قلوهای همسانی رو میشناسید این همسانه وجود نمی اومد دیگه ذهنم can you tell the difference between them میگه میتونید تفاوت های تفاوت بینشون رو بگید و نمبر 3 do you know anyone who looks very much like you میگه شخصی رو میشناسید که خیلی به شما شباهت داشته باشه خب این سوال ها رو من خوندم پاس بزنید و در موردش بچا صحبت کنید صداتون رو ضبط کنید طبق همون کارهایی که همیشه گفتم و باز هم یادآوری میکنم بعد از ضبط صدا بچه صداتون رو گوش بدین ببینید کجاها رو دارید خیلی خوب پیش میرید کجاها رو نقطه ضعف دارید روی نقطه زفت ها کار کنید و روی نقاط قوتتون به خاطر نقاط قوت خودتون رو تشویق کنید اوکی okay? این از این بخش بریم سراغ پارت 2 و کابیلری سیمیلاریتیز اند دیفرنسز بایسی بچه این واژگانی که بهمون به داده از both from identical identical like similar اینها رو بذاریم در این قسمت جاهای خالی این قسمت چون listening داره بچه دیگه من quickly میذارم که گوش بدین حالا من فرض زمین هستش که شما پاس زدین و این بخش رو انجام دادین و الان فقط میایین این جواباتون رو چک میکنید so 11.17 okay. 11 1. Cordelia and Sierra were both on Erasmus scholarships. 2. The two girls looked identical. 3. The first photos Maggie looked at were totally different from her. 4. Maggie found one woman who looked just like her brother. 5. Her husband said she has the same mouth as you six Maggie's twin looks very similar to her. quickly check on it حالا پارت سیم گه complete the sentences about you and your family tell your partner uh, در واقع به نوعی داره activate می کنه که در این بخشیات گرفتیم رو activate میکنه در این پارت uh, مثلا حالا من مثالی جواب میدم number one I have the same color eyes as my brother number two I look like my father for example number three my, uh, my personality is quite similar to my um, brothers number four um, my brother and I both uh, like asalan part three grammar in grammar خیلی گرامر کاربردی هست چگونه استفاده میشه چگونه یعنی ساخته میشه و چگونه استفاده میشه uh, so neither or neither plus auxiliaries part A میگه read about two more twins and answer the question در مورد دو های دیگری بخوانید و به این پرسش ها پاسخ دارید منظورش بچه این دوتا شخصا که اسم دوتایشون هم جیمه حالا داستانش جالبه و میخونیم. نمبر uh, وان میگه Who are Springer? Sorry, Who are Jim Springer and Jim میگه جیم سپرنگر و جیم لوئیس کیا هستن نمبر they know each other؟ چرا اینا هم دیگر نمیشناختن نمبر was 39 میگه جیم لوازیس 39 ساله بود چه تصمیمی گرفت و نمبر How long did it take؟ و این تصمیمش چقدر زمان؟ زمانش گرفت وقتش گرفت خب به این ببینیم این آقایون جیم قرار هست که چه داستانی رو بگن In the US, identical twin brothers were adopted soon after they were born. میگه توی آمریکا برادرهای دو قلوی همسان به سرپرستی قبول شدن بلافاصله بعد از تولدشون. حالا بچه یه نکته میگه که این دوتا همسانن من هرچی نگاه میکنم همسانی بینشون نمیبینم حالا اگر من اشتباه میکنم بگید به نظر من شب... نمیدونم آیدنتیکال نیستن اوکی okay, anyway uh, one brother was adopted by a couple named Luis in Lima. میگه یکی از برادرها توسط یک زوج به نام لوئیس در لیما به سرفرسی پذیرفته شد. and his brother was adopted by a couple named springer in dayton ohio و اون برادر دیگه توسط خانواده اسپرینگر به سرپرستی قبول شد در دیتون اوهایو by coincidence both boys were named jim by their new parents یه تصادفی تصادفاً هر دو پسر نامگذاری شدن جیم توسط والدین جدیدشون جیم سپرینگیرز پرنت تولد هیم بر هی هد یک ایدنتیکل برادر میگه که والدین جیم سپرینگر بهش گفتند که تو یک یک قول همسان داشتی برادر همسان داشتی but that he was dead. اما فوت کرده. But Jim Louise knew the truth. اما جیم لویز حقیقت رو میدونست. For many years, he did nothing about it. میگه سالها اون هیچ کاری نکرد برای این قضیه. But when he was 39, اما وقتی 39 ساله بود, 39 ساله شد, he decided to try to find his brother. تصمیم گرفت که برادرش رو پیدا کنه. as six weeks later, شش هفته بعد, the two James met for the first time in a cafe in Dayton. میگه شش هفته بعد دوتا جیم دو تا جیم ها ملاقات کردن برای اولین بار در یک کافه در دیتون and they probably had a conversation something like this و احتمالا مکالمه رو مثل این داشتن حالا مکالمه رو پایین میخون Part B Cover the conversation below. Listen once. Try to remember three things they have in common. Um, حالا نمیخواد cover کنیم <coughs> بچه. کنیم مکالمه رو چون ما فقط یه بار گوش میدیم پارت uh, part C رو هم uh, همزمان یعنی میخوایم uh, گوش بدیم و هم پارت سی و هم پارت و پارت رو با هم بچا میخوایم انجام بدیم خب فقط چیزی که به خاطر داشته باشید نکته یه که الان میگم بچه ها ببینید ما میخوایم این موقع <applause> بذاری بچه آب بخورم خب این جاهای خالی که میبینید بچه از نمبر وان تا نمبر ایت یک دقت زیاد داشته باشین روی جمله قبلش بچه ها ببینید که چه فعلی در اون جمله قبلی استفاده شده چون اون فعل جمله قبلی هست که برای ما مشخص میکنه توی اینجا خالی چه فعلی بایستی گذاشته بشه و به طور خلاصه بچه این گرامر میخواد بگه که مثلا من یه نظری میدم میگم من فصل مثلا پاییز را دوست دارم شما میخواین بگین من هم همینطور مثلا I like um, fall شما میگین so do I منم هم همینطور uh, یا مثلا من میگم I don't like مثلا summer من زمستون رو دوست ندارم اینجا یک کامنت uh, منفی دارم میدم حالا شما میخواین با این کامنت منفی من uh, در واقع به نوعی بگین شما هم همینطور هستید neither do I من هم از تابستون خوشم نمیاد خب این به صورت خلاصه یعنی اون فعلی که ما داریم اون گوینده اول فعلی که گوینده اول داره استفاده میکنه تعیین میکنه که گوینده دوم چگونه اون موافقت خودش رو با اون جمله ابراز کنه حالا چه به صورت مثبت چه به صورت منفی ام امیدواریم این توضیحه یک کلوی خوبی داده باشه بهتون <تص> بریم حالا گوش بدیم این قسمت رو و بعد بعد از اینکه یعنی کامل کردیم من یقینا توضیحات بیشتر خواهم داد این لیسنینگ باز پرید اینهاش خب 11.18 بچه خوب دقت کنید اه اوکی yes. 11.18 Hi, I'm Jim. So am I. Great to meet you. Sit down. Are you married, Jim? Yes. Well, I've been married twice. Yeah, so have I. Do you have any children? I have one son. So do I. What's his name? James Allen. That's amazing. My son's name is James Allen, too. Did you go to college, Jim? No, I didn't. Neither did I. I was a terrible student. So was I. Hey, this is my dog, Toy. I don't believe it. My dog's named Toy, too. He wants to go outside. My wife usually takes him. I don't do any exercise at all. Don't worry. Neither do I. I drive everywhere. What car do you have? A Chevrolet. So do I. Hey, let's go and have a hamburger, okay? <laughs> Sure. You know, I once worked in a hamburger restaurant. Unbelievable. So did I. I'm Jim. So am I. Number two, I've been married twice. So have I. Number three, I have one son. So do I number four um, no i didn't neither did i uh, number five um, i was a terrible student so was i uh, number six don't worry i don't do any exercise at all don't worry neither do i uh, number uh, seven uh, what car do you have Uh, so do I. And number eight, I once worked worked بچا فعل simple past پس ما auxiliary که اینجا نیاز داریم did has okay? so did i خب این از پاسخ ها حالا بریم ببینیم part دی چگونه ما رو راهنمایی میکنه به این grammar گفته که find two phrases that the twins use دو تا عبارت گفته پیدا کنید که این دو قلوها استفاده می کنن. when they have something positive in common بچه وقتی یه چیز مثبتی رو بینشون مشترک بود چه structure رو به کار بردن مثلا مثلا نمبر I mean number five مثلا I was a terrible student خب در جواب چی گفت؟ جیم دیگه چی گفت؟ So was I یا مثلا همین آخری I once worked in a hamburger restaurant uh, در پاسخ چی گفت So did I خب این برای مثبت و اما زمانی که when they have something negative in common وقتی دوتا در واقع وقتی یک جمله منفی uh, یک عبارت منفی بینشون مشترک بود neither peyda Mesela number four. Goftesh ke, did you go to college, Jim? No, I didn't. Hala mi man ham narafta. Man ham hamintor. Neither did I. Khot, bozam neither. Mm. Number six, mesela. I don't do any exercise at all. Don't worry, neither do I. این مثبت و منفی چیزایی که بینشون مشترک بود بعد م... بریم سراغ صفحه 146 بچه اونجا بیشتر توضیح بدم اه. اوکی شد دیگه خب این جمله ها رو بچه اجازه بدین من پلی کنم و بعدش Step by step. 11.19. 1. I love classical music. So do I. I went to a classical concert last night. So did I. 2. I'm not married. Neither am I. I don't want to get married. Neither do I. پس تا اینجا بچه متوجه شدین که این structure زمانی استفاده میشه که شما یه چیز مشترکی بینتون وجود داره بین شما و اون گوینده خب حالا میتونه این نقطه مشترک مثبت باشه یا منفی مثلا در داشتن یه چیزی که حالا مثلا میشه مثبت یا در نداشتن یک چیزی که میشه منفی نکته دوم پس نکته اول شد این structure زمانی استفاده میشه که یه چیز مشترکی بین شما و اون گوینده یا بین شما و شنونده وجود داره نکته دوم زمانی که اون وچه مشترک مثبت هست شما از سو استفاده میکنید زمانی که اون وچه مشترک منفی هست از neither یا neither استفاده میکنید تیکه بعدی وچه golden partه به نظر من این تیکه شما باید بدونید که این آگزیلری رو بر اساس جمله گوینده انتخاب بکنید یا شنونده بر اساس جمله که شما میگین آگزیلری مناسب رو انتخاب بکنید ببینید بچه ها مثلا نمبر one I love classical music تنس جمله چیه؟ تنس جمله سیمپل پریزنته آگزیلری سیمپل پرزنت چی هست؟ دو هست بچه ها خب فعلمون لاوه دیگه خب فعل اصلیه حالا ما فعل اصلی که نمیدونیم تو این استرکچر بذاریم تو این استرکچر باید حتما یه اگزیلری گذاشته بشه دو دی داز نمیدونم uh, have, هاز کن کود اینجور فعلا اوکی آگزیلری مناسب سیمپل پرزنت چیه دو پس میذاریم اینجا و سابجکت چون که من هستم دیگه میگم من هم همینطور uh, در واقع uh, سابجکت آی رو هم میذاریم ببخشید بچه یک من بدین خب ببخشید بچه من برگشتم خب داشتیم میگفتیم بچه ها پس برای این structure زمانی که یه چیز نقطه مشترکی بین دو نفر وجود داره نقطه مشترک مثبت باشه so بعد آگزیلیری مناسب با اون جمله قبلی با جمله گوینده و بعد هم subject رو میذاریم حالا این سابجکت بچه ها هر چیزی میتونه باشه ها مثلا مثلا من میگم که من عاشق ویولونم خب و شما میخوایم بگین که همچنین مثلا خواهر من So does my sister خب این الزامن همیشه آی نیستش حالا کتاب فقط اومده آی گفته یک لول بالاتر بریم و ببینیم که میتونیم سابجکت های دیگه هم استفاده بکنیم الزامن برای اون مخاطب نیست مثلا مخاطب میتونه در مورد یکی از دوستاش بگه یکی از اعضای خانوادش بگه خب نمبر تو رو ببینید I went to a classical concert last night خب structure بچه uh, یعنی تنس جمله در واقع سیمپل پست هست پس اکسلری مناسب سیمپل پست چیه؟ دید و که میخوایم یک uh, جمله مثبت در واقع یک فریز مثبت یک کلاس مثبت نه دیگه همون فریز بگیم یا کلاز بگیم یک فریز یا کلاز مثبت بخوایم استفاده کنیم امروز بچه من خیلی حواسم داره با این گوشی پرد میشه چون کار امرجنسی هم هست I'm so sorry ولی دیگه گذاشتمش که قول دادم که دیگه اصلا امرجنسی ها هم دیگه جواب نمیدم چون ضبطم مهم تره uh, خب چون میخوایم یک uh, نقطه مشترک مص... بعد رو بیان کنیم سو so رو میذاریم بعد بر اساس جمله اولمون که سیمپل پست بود اکزیلیری سیمپل پاست رو میذاریم و بعد هم سابجکت حالا این سابجکت میتونه در مورد خود شما باشه میتونه در مورد یکی از اعضای خانوادتون باشه یا فلان مثلا بذارید اینو در مورد یک شخص دیگه بگیم I went مثلا دارید شما با دوستتون صحبت میکنید I went to a classical concert last night من رفتم به یک کنسرت حالا میگه ای مثلا برادر من هم رفت So did my brother اوکی؟ okay. به این صورت حالا number two میاد منفیا رو میگه I'm not married من ازدواج نکردم حالا شخص مقابل میخواد بگه که من هم متعهل نیستم اول اون واژه مناسب رو میذاریم که نیدر هست بعد فعل مناسبش که با توجه به جمله قبلی مشخص میشه میذاریم که اینجا فعل اگزیلریمون در واقع یک تو بی ورب هست ام neither ام در مورد خودتون هست آی حالا مثلا میخوایم بگیم ای خواهر منم مثلا متعهل نیست neither ایز my sister مثلا خب I don't want to get married uh, اینجا فعل اون بچه در واقع منفی سیمپل پرزنت هست بعد اکزیلری رو دیگه خودش داده میدونیم که باید دو بذاریم neither do I خیلی سعی کردم این گرامر رو خیلی سیمپل توضیح بدم امیدوارم که متوجه شده باشید اگر متوجه نشدید بچه حتما توی کامنت ها بپرسید ولی من خیلی همیشه توی قسمت های گرامر فرقی نداره به هر زبان آموزی بخوام بگم از سیمپل از پاسیبل تلاش میکنم اینو توضیح بدم خب حالا این بولت پوینت ها رو بخونیم یک مروری بشه بر آن چی که گفتیم We use so do I یا yeah, neither do I to say that we have something in common with somebody. اینو بچه هایلایت کنیم رقمی میخواییم بگیم یک نقطه مشترکی بین ما وجود داره. نمبر وان. Use so plus auxiliary plus uh, <coughs> I uh, to respond to affirmative sentences. که گفتم بالا الزامن I نمیخواد بذارید. شما میتونید این uh, پاسخ رو برای یک شخص دیگه هم بگید. نمبر two Use neither or neither plus auxiliary to uh, plus i to respond to negative sentences bullet point about we the auxiliary the auxiliary is yes. we use after so and neither depends on the tense of the verb that the other speaker uses این آگزیلری که بعد از سو so و نیدر استفاده میکنیم وابسته است به زمانی که به زمان اون فعلی که اون شخص گوینده داره در واقع میگه سپیکر دیگر دارد میگوید خب این از این بریم ببینیم که اینجا چی گفته اینجا یه ای چارت خوبی بچه ها گذاشته چیزه Uh, گفته مثلا برای سیمپل پریزنت uh, من یه جمله سیمپل پریزنت حالا uh, کتاب من یعنی کتاب منظورم کتاب I don't like classical music جمله منفی هست من میخوام بگم که من هم دوست ندارم مثلا neither do I وجه یک نقط فرمول حالا شاید شما اسمشو بذارید با مزه شاید یه اده بذارن مسخره دو تا واژه رو حفظ کنید این براتون راحت میشه واژگان ندا neither do I و واژگان صدا so do I خب اینو به عنوان سمپل شما داشته باشید دیگه یادتون نمیره صدا و ندا neither نه برای neither هست دو حالا اون ده برای دو هست یا دید یا داز یا هر اکزیلیری دیگه ای آی هم که میدونید جایگاه سابجکته حالا آی یا هر سابجکت دیگری این دوتا کد شما برای خودتون در نظر بگیرید میتونید دیگه به راحتی این استرکچر رو استفاده بکنید مثال های دیگر هم بچه خودتون یه نگاه بندازید مثلا زمانی که present continuous میگیم زمانی که از مودال های استفاده می کنیم مودال can یا can't can swim so can I. منم میتونم میگه من میتونم شنا کنم منم میتونم تونم simple pass I didn't like the movie neither did I نکته ای که بچه یادم رفت بگم البته خودتون یقینا با هوش و ذکاوت خودتون متوجه شدین با نیدر دیگه فعل منفی استفاده نمی کنیم چون خود نیدر در واقع یک عنصر منفی هستش با uh, وود مثلا I wouldn't like to go there neither would I present perfect I've been to Brazil so have I خب بعد به همون یه اتنشن داده گفته که مراقب باشید so do I بذارید همون صدا و ندا Neither do I. جایگاه رو بچه دقت کنید. اول auxiliary بعد subject. Neither nor we can also use nor instead of neither. For example, بجای neither میتونیم بچه nor استفاده کنیم. I didn't like the movie. Nor did I. Neither is usually pronounced neither, but can also be pronounced neither. Okay, in haro hamaro gofta. این هم از این بخش بچه بریم بچه سراغ exercise های این part grammar 11c part a complete b's answers with an auxiliary verb خب یه نمونه که خودش حل کرده I love chocolate ice cream so do I چون بچه سیمپل present هست auxiliary مناسب سیمپل present چی هست خب دو هست میذاریم توی این جای خالی Number one, I'm really thirsty, so am I. Number two, I didn't go out last night, neither did I. Number three, I was born in Seoul, so was I. Number four, I don't eat meat, neither do I. Number five, I've been to Stumble, so have I. Have has whatever job in tense in general. She has uh, present perfect. Okay. Number six. I can't sing. Neither can I. Number seven. I'd like to go to Bali. Uh, Michelle. So would I. Number eight. I saw a great movie last week. So did I. Number nine. I wouldn't like to be famous. Neither would I. و number 10. I can play chess. So can I. Uh, و اما part B. میگه که respond to A. میگه پاسخ بدید به A. Say you are the same. Use so. جای خالی I. Or neither جای خالی I. مثالش. I don't like Indian food. Neither do I. جمله منفیه بچه ها. Neither میذاریم. Uh, با توجه به تنس جمله آگزیلیری مناسب رو انتخاب می کنیم چون سیمپل پرزنت هست آگزیلیری uh, مناسبش چیه؟ دو و سابجکتش هم که گفته برای آی بگین کلا اوکی نمبر I live near the river جمله مثبت دیگه بچه پس میشه سو آگزیلیری مناسب این جمله چی هست؟ دو بعدم آی سو دو آی نمبر تو I'm not afraid of snakes neither am i. okay. Uh, number three, i went to bed last. Uh, sorry, i went to bed late last night. Uh, so did i. number four, i haven't been to canada. Uh, neither have i. number five, i don't have any pets. neither do i. number six, i can't speak three languages. Uh, so can I? Number seven. I'll have the chicken with rice. Jamle was musvete. She so auxiliary mon bechocia. Jamle future has to go will. So will I. So will I. Number eight. I'm waiting for Maria. So am I. Okay. Ina was im barch. Weim hara bali gardim sorra page ninety one. Bawarche pronunciation. این قسمت خب این دوتا صدا بچه ببینید تولید این دوتا صدا صدای د. یعنی این و صدای س بایستی در واقع شما نوک زبونتون رو بچسبونید به دندون های بالا دندون های جلویی د مادر thumb la main thumb a chabisse island i have a certain match la main play me in the track 11.21 11.21 mother the neither they brother thumb Th both 30. Throw. Okay. دیگه از این بیشتر روی قسمت مانوفر نمیدیم اگر نیاز هست که دوباره گوش بدین و تمرین کنید برگردید و به اینها گوش بدین خب سراغ پارت 5 بچه ها ببینیم که در این قسمت چه تمرینی برای ما در نظر گرفته پارت A میگه complete the sentences so they are true for you یک uh, mm, جدولی رو جدول بگیم اینو دیگه نه یه جدولی متشکل از دو تا ستون بچه به ما داده ستون اول در مورد می یعنی در مورد خودمون هست ستون دوم در مورد someone who's the same as me شخصی که مثل من هست یعنی نظرش حالا یکسان نسبت به این جمله حالا این ستون دوم ما فعلا کار نداریم چون اینو توی پارت بی بهتون میگم الان برای این اول بچه جمله ها رو در مورد خودتون کامل میکنید مثلا I love چه نوع موسیقی رو شما خیلی دوست دارید عاشقش هستید مثلا من میگم I love pop music مثلا خب number two I don't like a drink چه نوشیدنی رو دوست ندارید مثلا I don't like milk شیر دوست ندارم مثلا خب به همین منوال جمله ها رو در مورد خودتون کامل میکنید خب حالا در مورد پارت بی بچه چیزی که کتاب توضیح داده در مورد یک کلاس گروهی هست خب حالا من چون احتمال میدم که شما در کلاس گروهی نیستید دیگه وقتی دارید این ویدیو ها رو نگاه میکنید مثل همیشه طوری توضیح میدم که بتونید تک نفره کار کنید و یا با یک سپیکینگ پارتنر شما فرض کنید مثلا با دوستتون دارین تمرین میکنین این جمله ها رو شما میگید اگر دوستتون نظر یکسانی داره مثل شما از همون uh, so سو دو یا نیدر دو uh, دوستتون استفاده میکنه خب اگر نظر متفاوتی داره نسبت به نظر شما میاد میاد اون شخص از این استرکچر استفاده میکنه یا استرکچر های مشابه جمله های مشابه مثلا شما میگید I love classical music خب دوستتون میگه really I don't like it بعد در ادامه میتونید برای اینکه اسپیکینگ طولانی بشه فالو اپ کوشن های دیگه هم بپرسید در همین رابطه مثلا میتونید بپرسید what kind of music do you like حالا مثلا دوستتون میگه I would prefer مثلا jazz بعد شما پرسید why jazz do you know any specific singers همطوری فالو اپ کوشن میپرسید که این اسپیکینگ طولانی تر بشه و بیشتر بتونید صحبت کنید دیگه به نوعی حالا اگر تک نفره دارید کار میکنید بچه دیگه خودتون رو در دو تا نقش ببینید هم جمله A رو بگید هم جمله B یه تعداد از جمله ها نظرتون یکسان باشه یه تعداد از جمله ها نظرتون متفاوت باشه به این سبک میتونید کار بکنید اوکی؟ این هم از درس امروزمون 11C خیلی ممنون بچه thank you very much for watching اگر نظری دارید بچه حتما توی کامنت ها بپرسید و میتونید کانال رو به دوستانتون و افرادی که میخوان زبان انگلیسی رو یاد بگیرن معرفی بفرمایید لطف میکنید اوکی okay. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم have a really 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 great time see you soon